به قول شاعر بزرگ ما زندیات فریدون مشیری، هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند. من پدر دردمند یک دانش آموز بیگناه آسیب دیده در مدرسه تهذیب کرج هستم. چنین جنایت هولناکی فقط از خامنه‌ای و داردست کثیفش برمیاد. ولی فقیه درمانده نگران ادامه قیام و ریزش نیروهای سرکوبگرشه. به همین خاطر میخواد که به اونها امیدواری بده که در قیام‌های بعدی از همین شیوه کثیف علیه مردم و شورشگران استفاده خواهد کرد. به همین خاطر بعد از اون همه جنایت و کشتار و اعدام، در طی 5 ماه اخیر سعی کرده که با مسموم سازی دختران بیگناه در مدارس کشور هم انتقام قیام و خیزش را از اونها بگیره و هم با ایجاد جو وحشت و ارعاب جلوی قیام‌های بعدی رو و از این طریق به مزدورانش روحیه بده. این ترفند جنایت هم قطعاً به ضد خودش تبدیل خواهد شد و بر خشم و نفرت و کینه انقلابی مردم و دختران قهرمان دانش آموز بیش از پیش دامن میزنه. خامنه‌ای راه فراری از سقوط نداره و هیچ جنایتی بعد از این هم نخواهد تونست رژیم را همچنان سرپا نگه داره. اما مردم قهرمان و این دختران و جوانان شورشی به زودی انتقام این جنایات را از خامنه‌ای و رژیم تبهکارش در خیابونها و در میادین شهرهای کشور خواهند گرفت. بعد از این من هم به عنوان پدر دردمند یک دختر دانش آموز که هدف اقدام ضد انسانی خامنه‌ای قرار گرفته، در کنار دخترم و دختران و پسران شورشگر میهنم رو در روی خامنه‌ای و این نظام پلید ایستادم تا دوشادوش هم به عمر ننگین این رژیم خاتمه بدیم.